سلام دوستای گلم، من سمیه محمدی، کارشناس ارشد و مدرس خیاطی هستم. به کانال یوتیوب من خوش اومدید. بچه یه آموزش براتون در نظر گرفتم، آموزش از 0 تا 100، یک ست بسیار زیبای لباس زیر هستش که کامل براتون میخوام آموزش رو بذارم، از الگو کشی، برش، دوخ و پرو تن مانکن. اگر به این حوزه علاقه من هستید میتونید کانال منو سابسکرایب یا همون فالو کردن تو اینستاگرام فالو داشته باشید و یه زنگوله داره اون کنار، زنگوله رو حالت روشن قرار بدید تا وقتی من پست جدیدی در این رابطه میذارم یوتیوب به شما بتونه نشون بده و شما پست رو کامل همه آموزشش رو ببینید. بریم با هم دیگه آموزش رو شروع کنیم و ببینیم که چطوری هستش. متریال بعدی که داریم فنر هستش. ببینید فنرها سایزهای مختلف داره ولی خاصیت کلیش اینه که یو شکله. فنر یو بهش میگن. شکل ظاهری شکل یوی انگلیسیه. شکل یوی انگلیسیه. بعد زمانی که فنر رو روی لباس میخوایم بذاریم، ببینید مثلا فنر روی لباس میذارم، این ظاهرا شکل یوه خب، ولی اگه دقیق و با دقت نگاه کنید یه سمتش کوتاه‌تر از سمت دیگه شه. یه سمتش کوتاهه، یه سمتش حداقل مثلا 2 سانت بلندتر از اون سمت دیگه است. اگه من یه خط صاف اینجا بکشم، یه خط صاف، این طرفی که زیر بغل میفته، طرف سمت زیر بغلش یکی 2 سانتی بالاتره، برای اینکه میخواد به دستک وصل بشه و نیاز هستش که این سمت بلندتر باشه که ایستایی خیلی زیباتری داشته باشیم. فنرها توی مدل‌های فانتزی بیشتر استفاده میشن، مدل‌های راحتی فنر ندارن. توی مدل‌های فانتزی بیشتر استفاده میشن و باعث جمع شدن قسمت کاپ سینه میشن. فنرها توی این قسمت بیشتر استفاده میشن و باعث میشه که کاپ روی سینه جمع بشه و خیلی راحت و آزاد و راحتی نباشه. پس اینا بهش میگن فنرهای یو شکل، که دیگه از متریال هایی هستش که شما ممکنه توی حوزه لباسی به چشمتون، به گوشتون بخوره و بدونید که چی هستش. فنرها هم 2 مدل داره بچه ها، هم مدل فلزیش هست و هم مدل پلاستیکیش. این مدل پلاستیکیه، مثلا مدل پلاستیکی و سایز بندی داره. ببین این مدل پلاستیکی کامل مشخصه که سمت زیر بغلش بلندتر از سمت وسط سینش. سایز بندی داره دقیقا مثل سایزای لباس زیر که از سایز مثلا 60 هست، 65، 70، 75، 80، 85، اینا هم همینطور. چون ما بیشتر فنرها رو برای مدل‌های فانتزی استفاده می‌کنیم، پس کاپ سینه داریم. کاپ سینه‌ها بعضی‌هاشون خودش فنر داره، فنر داخلش کار شده. ببین اینکه اینجا قرار می‌گیره بسته به سایز شخص، زیرش خودش فنر داره. بعضی از مدل‌ها فنر داخل خودش توی بهش میگن اصطلاحا فولدر فنر، اسم این قسمتی که فنر داخلش میره بهش میگن فولدر. فولدر یعنی قاب، پوشه، یه فولدری که فنر داخلش میفته و فنر دیده نمیشه و بدن رو اذیت نکنه، حالا چه پلاستیکی باشه چه فلزی باشه بدن رو اذیت نکنه. میخواستم بهتون بگم که فنرها بسته به سایز کاپ تغییر میکنه. بیشتر مدل های فانتزی کاپ دارن ولی خیلی از مدل ها هم باز هستن که اصلا کاپ ندارن، تور هستن، ولی ما فنر رو همچنان داریم. پس فنرها هم سایزهای مختلف داره. من برای راحتی شما که خیلی اذیت نشین، خیلی گیج نشین و خیلی نخواین ریزبین بشین، میام سایزاشو تقسیم بندی میکنم به سایز 70، سایز 80، سایز 90، سایز 100. ولی معمولا بچه ها مدل های فانتزی بیشتر از سایز 90 و 100 دیگه استفاده نمیشه و چون سایز داره بزرگ میشه، استفاده از مدل هایی رو پیشنهاد میکنن که جمع کننده تر و گنی تر باشه. پس مدل هایی که فنردوزی میشه بیشتر توی همین سایز ها هستش، مخصوصا سایز های 70 و 80 که فانتزی تر و برای سن های پایین تر هستش، اندام هنوز زیباتر هست و فنر یو شکل و کاپ توی این مدل ها بیشتر استفاده میشه. این کاپ بچه ها، به این میگن کاپ سینه. مدل های مختلف داره و اسم های مختلف داره که حالا با هم دیگه تو مدل های فانتزی بیشتر راجبشون بحث میکنیم و مدل های مختلفشو میارم براتون آموزش میدم. ولی کلا بدونید که جنس کاپ ها از فوم هستش. جنس کاپ ها، ببین الان فوم نرمه، جنس کاپ از فوم نرم هستش و برای لباس زیر معمولا فومی و ابری استفاده میشه خب، که تکون بخوره و تو دراز مدت بدن اذیت نشه. ولی یه سری کاپ هم داریم که خشکه. یه دونه از اون کاپ های خشک بیاریم.
کاپ های خشک بچه ها دقیقا شکل ظاهرشون همینه، ولی خیلی محکم هستن و اصلا مناسب لباس زیر نیستش. کاپ هایی که محکم هستن برای حوزه لباس های عروس، لباس های مجلسی، لباس های نامزدی و کلا لباس هایی هستش که داخل لباس آستردوزی میخواد بشه. یک لایه آستر داریم و یک لایه هم آره رویه داریم. ببین این یک کاپ خشکه، صداشو میشنوی؟ کاپ خشک یک کاپ مثلا جنسی هستش که به راحتی قابل انعطاف و به راحتی قابل شکل ظاهریش بخواد تغییر بکنه نیستش. کاپ خشک هم دقیقا شکل ظاهریش شکل همون کاپ ابری هستش، ولی مناسب لباس زیر نیست. کاپ های خشک برای دوخت لباس های مجلسی و دوخت لباس هایی هستن که اصطلاحا توش میخواد گندوزی و فنردوزی و کاپدوزی و باکسدوزی بشه که از این کاپ خشک استفاده میکنن. پس شما برای کار لباس زیر اصلا از کاپ خشک استفاده نمیکنید و کاری باهاش ندارید. متریال بعدی که میخوام بهتون بگم سگک هستش بچه. به اینها میگن سگک یا حلقه های بالابر یا تنظیم کننده بند. ببینید سگک شکلش اینطوریه، شکل ظاهریش اینجا بکشم براتون، دو تا حلقه که اینطوری تو هم دیگه میفته، به این میگن سگک یا بهش میگن تنظیم کننده بند. سگک یا تنظیم کننده طول کش رکاب، اسم این بودش کش رکاب دیگه. کم کم میخوایم تخصصی صحبت کنیم. اسم این بند نیست دیگه، کش رکاب هستش. کش رکاب چون حالت کشسانی داره و کش خاصیتش اینه که به مرور زمان چی میشه؟ گشاد میشه. کشسانیشو از دست میده. هر دفعه که شستشو انجام میشه، هر دفعه که پوشیده میشه و کش میاد داخلش، کشهاش به مرور زمان کشسانیشون از دست میدن. پس حتما شما باید یه دونه تنظیم کننده بند داشته باشید، یه سگکی داشته باشید که بتونید با روشی که بهتون میدم و میگم آموزش میدم بتونید کش رکابتون رو سایزشو کوچیکتر و کوچیکتر بکنید به مرور. هرچی که از عمر لباس زیر میگذره کشش کشسانیشو از دست میده و شما باید مثلا هر از گاهی طول کشتون رو کوتاه‌تر کنید که با این سگکی که بهتون گفتم میتونید این کار رو انجام بدید. یکی از این سگک ها معمولا توی قسمت تنظیم استفاده میشه، یعنی یک حالتی داره که میتونیم کوتاه بلندش کنیم، ولی دو تای دیگه از این سگک ها ما لازم داریم برای هر بند یا هر کش، که یکی سمت اولش و یکی هم سمت آخرش استفاده میشه. هم سمت جلوی لباس زیر و هم سمت پشت لباس زیر که بند میخواد تموم بشه، برای زیباییش، برای قشنگیش، برای تمیزی کارمون از این سگک ها استفاده میکنیم. پس اینم اسمشو بدونید، رنگای مختلف داره، سایزای مختلف داره. مثلا تو اگه میای کش رکاب تو سایز 2 سانتی انتخاب میکنی، پس سگکت هم باید 2 سانتی انتخاب کنی دیگه، که اون کشه از داخل این عبور کنه و چروک نشه. اگه داری سگک 1 سانتی استفاده میکنی، ببین این الان مثلا سگک 2 سانتیه، این سگک 1 سانتیه، سایزاشون متفاوت هستش. اگه داری کش پهن استفاده میکنی، مثلا من دارم از این کش استفاده میکنم، خب کشی رو سگک رو باید انتخاب کنم که از توی حلقه هاش اون کشه که میخواد رد بشه، ببین این کشه که میخواد رد بشه، کم و زیاد از این کناراش نیاد. پس اینم شد سگک. متریال بعدی که بچه استفاده میکنیم حلقه هستش. ببینید حلقه ها هم تقریبا کارشون همینه، ولی خیلی فانتزی تر هستن و توی مدل های کاملا فانتزی و خاص استفاده میشن. اینها حلقه هستن، دقیقا یه حلقه گرد، ببین یه حلقه گرد. شما میتونی برای زیباییش قسمت اول و آخره کش رکابتو از حلقه استفاده کنی، ولی یک تنظیم کننده سگک هم واسهش بذاری. حلقه ها هم رنگ های مختلف دارن که خیلی میتونن کار رو قشنگ کنن. ببین یه متریال دیگه هم هستش که حالا خیلی فانتزیه، یه دونه قزن قفلی داریم یا سگک قفلی داریم. ببین این سگک میاد پشت لباس قفل میشه، دو تیکه داره، دو تیکش توی هم دیگه قفل میشه و یه سری از مدل ها که مدل های خاصی هم هستن از این قفلی ها استفاده میکنیم. مثلا میخوایم توی قسمت جلو یه حالت قفل باز شو بذاریم، یا اینکه دور گردنش مدل های هارنسی هستش که ما میخوایم یه مدل قفل باز شو بذاریم. پس این متریال رو هم شما توی خرازی هایی که لباس زیر دارن میتونید ببینید و بخرید. حالا